سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان، دکتر فرشته هستم. توی این ویدیو میخوام بهتون نوشیدنی هایی رو با سرکه بهتون آموزش بدم که میتونه برای سلامتیتون بی نهایت مفید باشه. نوشیدنی هایی که اگه تو لایف استایلتون بگنجونین میتونه منجر به پیشگیری از خیلی بیماری ها بشه. هممون میدونیم که پیشگیری خیلی بهتر از درمانه، اما دقیقا نمیدونیم که با چه کارهایی رو انجام بدیم. اگه پوست شفافی ندارین، دوست دارین لکه های قهوه‌ایش برطرف بشه، موهای خوبی داشته باشین، آرایش میکروبی رودتون خوب بشه که یکی از اون علت های بدپوستی لکه های قهوه‌ای، آکنه، افتادگی پوست برمیگرده به مشکل روده که آرایش میکروبیش تعادل نداره، که اگه این برطرف بشه پوست فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. که این نوشیدنی‌هایی که میخوام بهتون آموزش بدم که با سرکه درست میشه میتونه این مشکلتون رو برطرف کنه. دوستان، تو در طب ایرانی ما بیش از 1000 نوع شربت سرکنگبین وجود داره که خواص دارویی فوق‌العاده‌ای دارن که هر کدومشون با یک نوع گیاه درست میشه و جالب خواص هر کدوم با یکی دیگه متفاوته. یکی از اون شربت‌هایی که میخوام بهتون بگم شربتی هست که مخصوص خانم هاست، خانم هایی که گونه هاشون دچار افتادگی شده، اندام هاشون دچار افتادگی شده، پوستشون شل شده و دوست دارن که پوستشون لیفت بشه. این شربت خیلی به دردشون میخوره که تو این ویدیو براتون گذاشتم. وقتی میگیم شربت سرکنجبین یا سرکنگبین همه میشناسن و جالبه تو ایران خیلی راحت پیدا میشه. وقتی میرین شما سوپرمارکت، عطاری، خیلی راحت شما میتونید یه شربت سرکنجبین رو بخرید، ولی سرکنگبین رو نه، به این راحتی در دسترس نیست. اما من تمام خواصی که میگم مربوط به این شربت های داخل سوپرمارکت ها و عطاری ها نمیشه. باید خودتون درست کنید، این شربت ها رو خودتون درست کنین تا اون خواصی که میگیم داشته باشه. تو یک ویدیویی که دوستان لینکش رو براتون میذارم کاملا بهتون توضیح دادیم سرکه رو چطور درست کنید. اون چیزی که باعث میشه ما بیمار بشیم عدم تعادل اخلاط هست که در طب ایرانی گفته میشه بین 4 خلط صفرا، سودا، بلغم و دم تعادلی وجود نداره. حالا هر کدوم از اینا از حد تعادلش خارج بشه میشه بیماری. اگه بخوام با نگاه طب روز بهتون بگم بهتر اینجوری بگم، پی ایچ نرمال بدن انسان 7.14، یه خورده بره بالاتر میشه قلیایی، یه خورده بیاد پایین تر میشه اسیدی. پی ایچ 6.8 آغاز شروع بیماری هاست، نشونه های بیماری شروع میشه و 5.8 سلول های سرطانی شروع میکنن به فعالیت و این یعنی عدم تعادل. و این بساطی که اینجا گذاشتیم میخوام بهتون بگم به چه میزان استفاده کنیم و یکی از اون شربت هایی که خودم همیشه میخورم و بهتون بگم. یه شربت عمومی فوق‌العاده است که با سرکه درست میشه. در حقیقت این شربت ها به بدن شما تعادل میده. حالا میخواد غلبه صفرا پیدا کردین، سودا پیدا کردین، غلبه بلغم پیدا کردین، چون نفوذ خوبی داره، باز میکنه، خون رسانی رو قوی میکنه، باعث تعادل مزاجتون میشه. یکی از اون شربت هایی که من همیشه میخورم شربت سرکنگبین زعفرانیه. ببین دوستان، این شربت یه شربت آماده شده است و این نیست که من فقط هر بار بخوام یه لیوان درست کنم، این کار منو سخت‌تر میکنه. به خاطر همین قبلش ما اینو آماده کردیم. واحداشو بهتون میگم، این عمومیه. حالا شما میتونید اینو کم و زیاد کنید، هیچ اشکالی نداره. شربت سرکنگبین 1 واحد سرکه داره که بهترینش سرکه سیب هست و بعد انگور، اکثر میوه ها رو میشه سرکش رو درست کرد. 1 واحد شما سرکه دارید، 2 واحد عسل دارین. عسل یا شکر سرخ، به هیچ عنوان شکر سفید پذیرفته شده نیست و شربت شما دیگه اون خواص درمانی رو نخواهد داشت. پس چی شد؟ 1 واحد میتونه واحد شما لیوان باشه، میتونه یک کاسه باشه، هرچی. 1 واحد سرکه، 2 واحد عسل و 2 واحد اون عرق گیاه مورد نظرتون. داخل این عرق نعنا هست. اگه شما عرق نعنا در اختیار نداشتین، با کیفیتش رو نداشتین، جای نگرانی نیست. شما میتونید 2 لیوان آب اضافه کنید به جای عرق نعنا و 1 دسته اون گیاه مورد نظرتونه که چند موردش رو من اینجا بهتون میگم. حالا شما میذارید روی شعله میجوشه، 2 واحد آبتون رو یا 2 واحد عرق نعناتون رو
و یک واحد سرکتون رو به مدت 40 تا 45 دقیقه میجوشه، خاموش میکنید و وقتی که ولرم شد بهش عسل اضافه میکنید و این ترکیب شما آماده است. اگه معدهتون مثل من سرده، یه خورده بهش دم کرده زعفرون اضافه کنید، خیلی میتونه معتدلش کنه و برای معدهتون مضر نباشه. من همیشه 1/3 لیوان از این شربت میریزم. شما میتونید کمتر بریزید. اگه اولین بار هست میخوام به رژیم غذاییتون اضافه کنید، از کم شروع کنید تا کاملا معدتون بهش عادت کنه. و مابقیش آب میریزین و این شربت رو نوشجان میکنید. این شربت سرکنگبین زعفرانی هست که برای معدتونم خیلی خوبه، خیلی نشاط میده. چرا این شربت ها این همه مورد تایید هستن؟ چون امروزه ما غذاهایی که استفاده میکنیم اکثرا فریز شده هستن، حاوی آنتی بیوتیک هستن، مواد نگه دارنده دارن و همه اینها فشار به بدنمون میاره و باعث شده تعادل بین باکتری های مفید و باکتری های مضر داخل روده دیگه از بین بره و این عدم تعادل مساوی است با عدم جذب مواد غذایی داخل روده. یعنی ویتامین ها خوب جذب نمیشن، ویتامین های گروه B ساخته نمیشن و ویتامین غذاها کم جذب میشن و همون باعث میشه تا ریزش مو پیدا کنیم، پوستمون خوب نباشه، بی حس و حال باشیم و اون سلامتی و نشاط رو نداشته باشیم. و این شربت ها چون از عسل و سرکه تشکیل شده که پایه این شربت ها هستن، به خاطر اینکه آنتی اکسیدان های فوق العاده ای داره، به بدنمون نیرو میده، قوت میده، خونساز هست و تعادل میده بین باکتری های مفید و مضر و باعث خوشپوستی میشه، پر انرژی بودن، چون گردش خون تو بدنمون بالاتر میره. من با اجازهتون یکم ازش بخورم. به قول قدیمی ها واقعا جیگر آدم حال میاد. واقعا همینطوریه، چون این شربت ها کبد رو پاکسازی میکنه و مانع انباشته چربی تو کبد ما میشه و چون پایه این شربت ها سرکه و عسل هست، آنتی اکسیدان های فوق العاده دارن و عسل چون قند طبیعی داره مانع مشکلات کبدی میشه و مشکلی رو برای بدن ما به وجود نمیاره. خب رسیدیم به قسمت جذاب ویدیو، شربت سرکنگبین رازیانه مخصوص خانم ها. شما نیاز دارید به 1 واحد سرکه، 2 واحد عسل، 2 واحد عرق رازیانه. در صورتی که عرق رازیانه با کیفیت در اختیار نداشتید، خود رازیانه رو استفاده کنید. برای این مقدار شما نیاز دارید به 4 قاشق پر غذاخوری رازیانه. خب شما قبلا رازیانتون رو داخل 1 لیوان آب به مدت 20 دقیقه با شعله خیلی کم میجوشونید و بعد خاموش میکنید و صافش میکنید و به همون طریقه که برای شربت ها گفتم درستش میکنید. حالا این شربت شما به این شکل آماده میشه و هر بار خانم هایی که گونه هاشون افتاده است، پوستشون افتاده، چروک داره، خصوصا خانم هایی که دوست دارین لکای صورتتون برطرف بشه، اگه تیرگی های تو قسمت های از بدنتون دارین میخواین روشن تر بشه، خیلی به دردتون میخوره. مثل همین کاری که کردم، 1/3 لیوانتون رو یا کمترش رو از این شربت آماده که درست کردین بریزین و بعد آب اضافه کنین. حالا کی اینو بخورید؟ میان بعده، مثل 1 صبح تا ظهر یا اینکه شب، اما یکی از شربت هاتون شب موقع خواب باشه. سرکنگبین رازیانه 1 وعدش برای شب باشه برای خانوم ها. آیا آقایون هم میتونن استفاده کنن؟ نه، هورمون زنانه داره و اصلا برشون خوب نیست. خوردن 1 بار، حالا 2 بار یا گاهی مشکلی نداره، ولی اینکه بخواید درمانی استفاده کنین نتیجه معکوس براتون داره. نگران نباشید، آقایونی هم که پوستشون شل شده دوست دارن که گونه هاشون پر باشه، بهتون میگم شما کدوم شربت استفاده کنید. خب شربت بعدی شربت سرکه شیره هست. دوستان سرکه یک معجزه است، واقعا یک
نوشیدنی معجزه است، نفوذ بی‌نظیری داره، باز میکنه هر جای بدن ما گرفتگی باشه، التهاب ها رو تو بدن از بین میبره و چون یک ضد التهابه گرفتگی ها رو باز میکنه، خون رسانی قوی تر میشه و چون مخمرهای فوق العاده داره، ویتامین های گروه B خصوصا ویتامین B1 فراوان داره، همون ویتامینی که برای تقویت اعصاب به شدت نیاز هستش. حالا شربت سرکه شیره چطور درست میشه؟ شما واحدتون اگه لیوان باشه 3 واحد شیره انگور لازم دارید، 3 واحد سرکه لازم دارید. ممکنه خیلیاتون بگین که شیره انگور ما در اختیار نداریم. واقعا من جایگزینی نمیتونم بهتون بگم چون شیره انگور خودش بی نظیره، بهتره تهیه کنید. در غیر این صورت شما شربت سرکه انگبین استفاده کنید اگه تهیه این براتون سخته، اما این شربت صورت رو پر میکنه. شربت سرکه شیره صورت رو پر و گلگون میکنه. به بچه هاتون بدین به جای نوشابه. وقتی ما بچه ها میگیم نوشابه نخور، باید یه جایگزین داشته باشیم، این بهترین جایگزینه. حالا شما 3 واحد شیره انگورتون رو با 3 واحد سرکه به نقطه جوش میرسونید، خاموشش میکنید، توی یک بطری نگهداری میکنید داخل یخچال و هر بار که میخوان برای سر سفره بیارین برای مهمانتون به عنوان یک نوشیدنی جدید ازش پذیرایی کنید. همینطور حالا بستگی داره، ممکنه یه نفر نصف لیوان ازش بریزه بقیهش رو آب بریزه، ممکنه یه فرد کمتر، این دیگه بستگی به شما داره که چطور و چه مقدارش برای شما سازگار هست. بهتره داخل این شربت یخ نندازین که باز برای کبدتون مضر باشه، اما داخل یخچال باشه و خنک باشه مشکلی نداره. شربت بعدی هم که با عرق کاسنی یا برگ کاسنی درست میشه، برای کسانی که پسوریازیس دارن، کبدهاشون خیلی گرمه و همیشه دهنشون خشکه، رو زبونشون ترک داره، این شربت برای کبدشون فوق‌العاده است. مثل همون شربت پایه، 1 واحد سرکه، 2 واحد عسل و 2 واحد عرق نعنا یا 2 واحد آب، 1 دسته برگ کاسنی به همون روش که بهتون گفتیم درست میکنید و این شربت رو موقع خواب استفاده نکنید، بهتره در روز باشه. چون یه خورده کاسنی سرده، ممکنه کسایی که مستعد پادرد هستن یا سردی دارن اذیتشون کنه. کسانی که پسوریازیس دارن دقیقاً با همین روشی که گفتیم استفاده میکنن، با این تفاوت که 1 قاشق چای خوری هم تخم خرفه داخل شربتشون میریزن تا نتیجه رو چندین برابرش کنن. عزیزان پسوریازیس، گیاهخواری داشته باشید و از این شربت هم استفاده کنید، صبور باشید تا کبدتون آروم باشه و به خودتون مسلط باشین تا انشاءالله درمان بشید. ممکنه که این سوال برای خیلی‌ها پیش بیاد، آیا کسانی که آرتروز دارن، دردهای مفصلی دارن میتونن استفاده کنن؟ عزیزانی که دردهای مفصلی دارید حتما مثل این شربتی که من میخورم، همون شربت سرکه انگبین نعنا که بهتون گفتم اول ویدیو، شما همین استفاده کنید که من اینو میخورم و داخلش زعفرون بریزید و حتما از کم شروع کنید، یهوی زیاد استفاده نکنید چون ممکنه سرکه داشته باشه روزای اول یه خورده دردتون رو بیشتر کنه. اما اگه با این روش که بهتون میگیم استفاده کنید، از کم شروع کنید، بعد هر وعده غذایی 1 قاشق روغن زیتون بخورید و اینکه زیاد روی نکنین، تازه برای بیماریتون خیلی هم مفیده چون ضد التهابه. قبل از اینکه آخرین مورد رو بهتون بگم، ازتون میخوام این ویدیو رو شیر کنید و بذارید تو گروه های خانوادگی یا هر گروهی که میشناسین و استقبال کننده در اون گروه ها زیاد هستن، تعدادشون زیاد هستن. اینو از این جهت میگم دوستان، گاهی وقتا من قصه میخورم، میگم که کاش و کاش همه اینا رو بدونن. وقتی که ما این راهکارهای ساده رو داریم و این همه سال ما راجع به این مسائل تحقیق کردیم، بررسی کردیم، چقدر تاثیرگذار هست، چقدر تاثیرگذاره و این همه آدم دارن از بیماری رنج میبرن و نمیدونن با چی کار کنن، نمیدونن این شربت چقدر بی نظیره و تازه وقتی که میدونن نمیدونن چطور درست کنن، از کجا تهیه کنن، در حالی که ما این آموزش ها رو میذاریم تا افراد خودشون درست کنن، استفاده کنن. گاهی وقتا من این جوون ها رو میبینم تو خیابون، میبینی تمام صورتش پر آکنه است،
پر جوشه و این قصه میخوره و نمیدونه چی کار کنه، اینقدر آنتیبیوتیک خورده، روش های مختلف، صابون های مختلف، و تهش اینه که موقتی نتیجه گرفته، در حالی که این شربت ها رقیق کننده هستن، خون رو رقیق میکنه، تعادل میده به بدن، اختلالات هورمونی رو برطرف میکنه. شربت آخری اکسیر هست، اکسیر جوانی، برای کسانی که تیرگی های تو بدنشون دارن، زیر بغلشون هست، کشاله رانه، یا اینکه پوستشون کلا تیره تر شده. علاوه بر اینکه شربت سرکنگبین اضافه میکنن، اینجا داخل پرانتز بگم دوستان، این شربت سرکنگبین ابتدای ویدیو بهتون گفتم یه شربت بسیار عمومی هست، برای تمامی افراد مفیده به روشی که گفتیم، اما این اکسیر که اکسیر جوانی معروف هست، برای افرادی که تیرگی های تو بدنشون دارن، لکای قهوه‌ای دارن، مشکلات گوارشی دارن، خیلی مفیده. 4 قاشق غذاخوری روغن زیتون، 2 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق غذاخوری سرکه. بعضی ها که این اکسیر رو درست کردن گفتن من معده‌ام اذیت شده. برای این افراد بازم بهشون توصیه میکنم کمی دم کرده زعفرون بهش اضافه کنن، دیگه این مشکل رو نخواهند داشت. و بعد خوب میکسش کنن، داخل کابینت هم میتونید نگه دارید، هیچ مشکلی نداره. اما چون این 2 فاز میشه و سرکه ازش جدا وای میسته، شما میتونید هر بار که استفاده میکنید کاملا هم بزنید و 1 قاشق از این ترکیب رو شب موقع خواب استفاده کنید. این ترکیب حدوداً 1 هفته برای شما بسته، اما وقتی تموم کردید دوباره درست کنید. و خیلی میتونم راجع به فوایدش بگم، دیگه واقعا فرصتی نیست، حتما درست کنید اینا رو، استفاده کنید و نوش جان کنید. مراقب خودتون باشید.